آقایان عزیز، شب شما بخیر. به خانه خودتون خیلی خوش آمدید. پریبا نجات و یارانش واقعا دستشون مریزاد، به ما افتخار دادن. این نشست امشب ما به نام گدرینگ هست. گدرینگ یه معنی اصلیش همون به زبان فارسی که ما بخواهیم همون پیونده. چه کلمه زیبای انتخاب کردن و اسم با مسما به اصطلاح. ما که مهاجر هستیم به اصطلاح و در سرزمین و وطن اصلیمون که نیستیم، اما امکاناتی در این سرزمین وجود داره که میتونیم که این احساس و غربت رو به حد خیلی زیادی پایین بیاریم. یکی از این امکانات همین نشست ها، همین با هم بودن ها. شما تا براز فرمودید و واقعا همه تون اطلاع دارید که فریبا در اثر درست فکر کردن، در اثر نیک‌اندیشی، در اثر شهامتش قدم اول رو گذاشت جلو. گفت من اینجا اومدم در این سرزمین، حالا شرایط زمان مکان هر چی برای هممون ایجاب کرد که مهاجرت کنیم به این سرزمین، به سرزمین اومدیم که واقعا نمودار آزادی هست، آزادی بیان، آزادی عقیده، هر چیزی، و آزادی که بتونیم پیشرفت کنیم. و فریبا این راه رو انتخاب کرد. فریبا قدم اول رو برداشت و یارانش همراهیش کردن. الان نگاه کنید تمام شعبا، تمام سازمان هایی که ستون اصلیش پیوند بوده و ستون اصلی پیوند فریبا بوده، اینا هر کدوم به یک نوعی خودشون گدرینگ هستن. ملاحظه بفرماید همه کانون پدران و مادران که ما یک دفعه تشکیل میشه، این یک گدرینگ ایرانی هست. واقعا باید گفتش که بهترین جا هست برای پدران و مادران، پدر بزرگا و مادر بزرگا که واقعا رفع دلتنگی های غربتشون رو انجام بدن. یا انجمن فردوسی، یه از ایرانی ها واقعا با عشق دارن از خرمن دانش فردوسی خوشی چینی می کنن به هفته یک بار. یا همین باشگاه زنان ایرانی که شعار فرمودن، یا کلاس های انگلیسی، یا کلاس های فارسی، یا کلاس های هنر، رقص، همه چی، اینها واقعا مستفیس هست. اینا شاهکاره، اینا همت میخواد، اینا شهامت میخواد. و چقدر ما الان خوشبخت هستیم به باید احساس غرور و افتخار بکنیم که فریبا تنها نیست. فریبا یاران زیاد دوربرش هستن که روز به روز دارن درخشی بیشتری چیز میکنن و ما امیدوار هستیم که در پرتوب این همیاری، یک ضرب و مثل در زبان فارسی ما داریم، یکی برای همه و همه برای یکی، one for all or for one. اگر ما روزی بتونیم واقعا این ضرب و مثل رو قطعیش بکنیم، اون وقت هست که ما به منظورها و مقصودهای خود میرسیم و جدا اونی که عشقمون، عشق نهاییمون هست، یکی برابری و مساوات و برادری همراه با صلح و آسایش و آرامش فراهم کنیم. من به عنوان یک فرد سالمند ایرانی، ایرانی که الان با دیگیم ایرانی که سیتیزن آمریکا هستم، از زبان دل و جان از همه اونهایی که دارن واقعا به جامعه ایرانی در جهت هماهنگ کردن و به حساب نچ کردن با جامعه آمریکای خدمت میکنن، بهتن سپاسگزاری میکنن و از پروردگار بزرگ بهترین و خوشترین آرمانها را برای همه شما عزیزان خواستارم. امیدوارم که خیر و برکت و سلامتی و شادکامی نصیب شما حاضرین، نصیب همه ایرانیان، به نصیب ملت آمریکا و سر و سخا کنیشم. بسیار ممنون جناب وشیدری.
یکی از افراد استثنایی است که من میشناسم که ماشاءالله با این سن و سالی که نمیدونم باید بپرسم جناب اوشیدایی چند سالشون هست؟ 81 سال. 81 سال زنده باشید. جناب اوشیدایی من کمتر کسی رو میشناسم که بالای 75 باشه و اینقدر مسلط به زبان انگلیسی. باعث افتخار ما هستن. خانم آقای قبل از اینکه از آقای ولید باقری بخوام که ما رو با نواختن سنتور افتخار بدن، اجازه بدید راجع به مسئله یادآوری بکنم. جناب اوشیدری یکی از افرادی هستند که باعث افتخار جامعه ما ایرانیان هستن، همیشه لطف دارن و نکته ای رو اشاره کردن. قلطهشون به انگلیسی بر نمیرا گرفتن، گفتن شما کلاب رو کلوب بگید، بگو باشگاه جوان، بگو باشگاه و بعد چشم. باشگاه زنان متحد ایرانی، ایرانیان فدرتد ویمنز کلاب ترجمه دقیقش. جناب باقری خیلی ممنون، مایل هستی خودتون بیشتر معرفی کنید و بفرمایید که چی برای ما. با سلام به همه ایرانیان و علاقمندان به موسیقی ایرانی، من وحید باقری هستم.